برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیزم، سودابه یزدی برنت هستم. صبح بعد از ظهر و شب خیلی خوب رو براتون آرزو میکنم دوستان عزیز. I am so excited که امروز مهمان خیلی عزیزی دارم که نه تنها مهمان عزیزی هست برای رویال تایم تیوی، بلکه دوست عزیز من هست که we go way way back، خیلی سال پیش در اروپا. و بدون اینکه بیشتر از این وقت برنامه رو بگیرم، میخوام به همه شما دوستان عزیز خانم هنرپیشه عزیز ما سیمین غفاری رو دعوت بکنم. سلام سیمین جان. سلام عزیزم، سودابه عزیزم، درود به شما، درود به بینندگان عزیز تلویزیون تایم تیوی. با تشکر از خانم تهرانی عزیز که منو دعوت کردین و همچنین تشکر از پسر گلشون آقا رضای عزیز که واقعا سنگ تموم دارم میذارن. سودی جان مرسی عزیزم، خیلی خوشحالم. دوستان عزیز، باید خدمتتون بگم که در واقع we go way back، فکر میکنم 25 یا نزدیک 30 سال پیش بود که من به اروپا رفتم، برای 5 سال اونجا زندگی میکردم و اولین دوستی که در مدرسه باهاش آشنا شدم سیمین غفاری بود. تا اینکه هفته پیش پنجشنبه آقای انتونی جنینی که یکی از افرادی هستن که در کار فیلم هستن، یک بزرگ داشته خیلی بزرگ انداخته بودن به اسم Family Film Awards که ما هم دعوت داشتیم رفته بودیم اونجا، یک دفعه من دیدم که آقای جنینی دست یک خانم زیبایی رو گرفتن آوردن سر میز که ببرنشون روی صحنه و گفتم او مای گاد، سیمین غفاری. خلاصه از اونجا سیمین جان بگو ببینم که چطور شما دعوت شدی. میدونم که من از ما از بک صحنه میدونیم که آقای انتونی جنینی خیلی وقت دنبال شما میگشتن، ولی میخوام که خودت برای بینندگان عزیزمون بگی که چی شد که پنجشنبه ظهور کردی، تشریف آوردی در فامیلی فیلم اوورد. خواهش میکنم سودی جان. والا من آقای آنتونیو جنینی رو از ایران میشناسم. موقعی که من 16-17 سالم بود توی جلوی دفتر آقای زنده‌یاد منصور باقریان ایشونو دیدم و ایشون یه پسر خیلی جوونی بودم، منم که با مامانم بودم و ایشون منو دیدن و گفتن به به میشه من با شما یه عکس داشته باشم. به هر حال با هم یه عکس گرفتیم و ایشون همیشه دوست داشتن منو بیشتر ببینن، ولی مثل که ایشون خیلی وقت بود از ایران خارج شده بودن و بعد از مدتی من از ایشون خبردار شدم که ایشون در همین برنامه های فیلم اوورد ایشون ارگانایز میکنن، یعنی ایشون فاندر هستن. درسته. در این برنامه و ایشون منو دعوت کردن، گفتن که اگر که میتونم تو این برنامه شرکت کنم، که با کمال میل من دعوت ایشون رو قبول کردم. و از طرفی هم آقای نویر اخگر که پرزیدنت این برنامه بودن، از طرف ایشون هم دعوت شدم. به هر حال الان اینجا هستم و در کنار شما. چقدر عالی. خب سیمین جون بگیم ببینم که برای بینندگان عزیز ما که چند سال از ایران خارج شدی، الان کجا هستی، کجا زندگی میکنی؟ من حدود 35 سالی که از ایران اومدم بیرون، چون من در ایران شوهر کردم، با همسرم آشنا شدم، ایشون دیپلمات بودن در سفارت بلژیک در تهران، ما با هم در تهران آشنا شدیم ولی یک سال بعد ازدواج کردیم و دختر بزرگ من در تهران دنیا اومدن و بعد دیگه مجبور شدیم کوچ کنیم بیایم بلژیک، چون پدر شوهرم هم فوت کردن و شوهرم هم برادر بزرگ خانواده بودن و مجبور شدیم برگردیم بلژیک.
به هر حال الان اینجا 35 سال من در بلژیک زندگی میکنم و صاحب دو دختر هستم کلوه و دفنه و زندگی خیلی خوب و ریلکسی رو داریم واقعا. و باید بگم که شوهر سیمین جون گی رو که من باشون آشنا شدم چندین سال پیش، اولین چیزی که پرسید وقتی من خودم معرفی کردم گفتم من اسمم سودابه است و گفتن که او سودابه از کتاب شاهنامه، یکی از با دانش ترین، یعنی نمیتونم از همه طرف بگم، یعنی برای خانم هایی که فکر میکنین که یک مرد ایدئال آیا خداوند به روی کره زمین آورده، بعد بگم شوهر سیمین جون یکی از اونا هست، از خوشتیپی، از خوشلباسی، از مهربانی، از انسان خوبی بودن، از دانشش، اصلا شما رو مجذوب میکنه که چقدر این یک شخص میتونه اطلاعات داشته باشه. ولی دیگه راجع به گی صحبت نمی کنیم، الان همه تو میخواییم دنبال اون بگردیم، برمیگردیم روی سیمین جون چون با خودش نیورده شوهرش لس آنجلس. سیمین جان بگو ببینم عزیزم، در از فیلمات بگو، ما میخواییم بدونیم که چطور شد هنرپیشگی رو اصلا در چه سنی شروع کردی و چطور شد که رفتی دنبال هنرپیشگی. خب میدونی که معمولا با هر هنرپیشه که شما صحبت کنی یا هر خواننده میگن از بچگی من این کاره بودم، یعنی یا خواننده میگه صدای خوب داشتم یا هنرپیشه هست میگه بازیگر خوبیم، میتونم بازی کنم. خب منم همینطور، منم از بچگی 5-6 سالگی واقعا همیشه دوست داشتم جلو آینه برقصم، بخونم، خیلی دوست داشتم رقصیدنم. بعد مامانم یه روز گفت دختر تو باید درس بخونی، یادت باشه حق اینو نداری بری هنرپیشه بشی. بعد من گفتم من بالاخره باید هنرپیشه بشم، من دوست دارم، عاشقانه این کارو دوست دارم. بالاخره هم شد دیگه. حالا دیگه چطور پیش اومد، یعنی توی دبیرستان که بودم، امید دبیرستان امید ایران، میرفتم تو خیابون حشمت دوله. بعد اونجا آخر سال که میشد هر کسی هر هنری داشت میتونست هنرش رو نشون بده. بعد من اونجا من انتخاب کردم با یه خانم دیگه به نام قاسمی، ایشون آکاردیون میزدن و من میخوندم و یادمه که آهنگ خانم سیما بینا رو میخوندم، ایدل بنالوم ایدل بنالوم یار. آره از همونجا بعد تلویزیون ملی ایران اینا اونجا بودن، از من فیلم گرفتن و منو واقعا به عنوان یه خواننده انتخاب کردن. ولی الان فکر میکنم اصلا اون صدا رو ندارم، اون موقع که جوانتر بودم خیلی راحت میتونستم بخونم. درست. ولی خب خدا نخواست دیگه. بعد زمانی که من توی تلویزیون یکی دو دفعه آهنگ خوندم و اینا، آقای حسین معدنی زنده یاد، ایشون من دعوت کردن برای اولین فیلمی که ساختم به نام جاهلا و ژیگول ها و فیلم بسیار خوبی بود در زمان خودش، بسیار موفق و رکورد بهترین فیلم ها رو در زمان خودش واقعا شکست. من اینطوری وارد سینما شدم. خب اجازه داریم که بریم فیلماتو، چون انقدر سیمین جون فکر میکنم که فقط 30 تا فیلمه که ما میخواستیم از توش یک مقداری در بیاریم، ولی اگر اوکی هستش از رضا جان خواهش بگم که رضا جان is it possible that we watch the first film؟ سیمی جون برامون یه مقدار راجع به این فیلم اگه ممکنه توضیح بده که فیلم چندمت بود، اگه به خاطر میاری بین این همه فیلم ها، و داستانش یه مقدار که راجع به چی بود. این فیلم مال استودیو پارس فیلم بود، دکتر کوشان و آقای محمود کوشان فیلم بردار این فیلم بودن و کارگردان، آقای نظام فاطمی کارگردان بودن و آقای ناصر ملک موتی، خانم شورانگیز طباطبایی و این جانب و خانم نادره، خلاصه هنرپیشه های زیادی، و آقای فرخ ساجدی، البته ایشون هنرپیشه بسیار خوبی هستن آقای ساجدی، و ما با هم در این فیلم همکاری داشتیم. من رول دختر دایی آقای ملک موتی رو بازی میکردم و فیلم بسیار خوب و موفقی بود، من خودم خیلی دوست داشتم کارم در این فیلم. رضا جا میشه یه مقدار بیشتر از این فیلم رو ببینیم؟ بریم یه تیکه دیگرش رو ببینیم که ببینیم داستان سر چیه. We got it. Okay. سیمین جان این فیلم به نظر می اومد که همه هنرپیشه‌های معروف بودن، میشه یه بار دیگه بر ما بگی؟ بله البته آقای ناصر ملک موتی،
خانم شورانگیز طباطبایی بودن، آقای فرخ ساجدی، آقای مرتضی عقیلی، واقعا ایشون سنگ تموم گذاشتن، واقعا خیلی با نمک بازی میکنن. خلاصه هر جا هستن یادشون بخیر، یاد تمام این هنرمندا بخیر. ضمناً بگم که آقای ناصر ملک مطیعی در فیسبوک دیدم که ایشون بسیار مریض هستن و خیلی متاسفم. ایشون هنرپیشه تاپ ایران هستن، واقعا استادن آقای ملک مطیعی. من خیلی متاسفم، واقعا خواهش میکنم از تمام ایرانیای عزیز برای ناصر خان ملک مطیعی دعا کنید. واقعا ایشون خیلی زحمت کشیدن در سینمای ما. دستشون درد نکنه، مطمئن هستم که همه بینندگان ما خودشون کانسرن هستن. سیمی جون، این راجب این فیلم بیشتر بگو، آیا فیلم مورد علاقت بود؟ آیا کجای لیست استاده بود بین فیلم هایی که بازی کردی؟ خب من توی این فیلم رول دوم رو بازی کرده بودم، ولی رول دوم خیلی رول قشنگی بود. درست. یعنی تقریبا سر تا سر فیلم کار داشتم و آقای نظام فاطمی زنده‌یاد خیلی ایشون واقعا کار کردن روی رول من و همچنین آقای محمود کوشان عزیز، خیلی عالی بود. من که خیلی راضی بودم از کارم در این فیلم. چقدرم عالی. رضا جان اگر امکان داره بریم کلیپ بعدی رو نگاه بکنیم که خدایی نکرده وقت کم نیاریم. میشین. ببین دختر جون، حرفای تو این پرونده خیلی موثره. من دلم میخواد راست و درست حقیقت رو به من بگی. ما هیچ وقت دروغ نمیگیم سرکار. باریکالا پیرشی. خیلی خوب، حالا بگو ببینم اون کسی که به تو حمله کرد میشناسی؟ بله سرکار. خب کی بود؟ سرکار اون حالش نشده. ببین دختر، سرکار میگن اون که یخه شما رو گرفته بود، اون که پدر شما رو زد و خونین و مالین کرد، اون نامردی که میخواست بی ناموسی کنه و به اسمت شما نظر داشت، کیه؟ اونو میگه نه سرکار. من میدونم سرکار چی پرسید. تو خودت هم میدونی کی بود. مگه تو نبودی؟ مگه تو بابای ناخوش منو نزدی؟ مگه تو پیرانه منو ندریدی که اگه اون من سر نرسیده بود تو روسیه هم میکردی؟ او جوون مردم که اومد تو با بیرحمی کشتیش. مگه نکشتیش؟ بیوتیفول. سیمی جون، اسم این فیلم چی بود؟ اسم این فیلم بود بوت. اولین فیلم من بود با آقای بهروز وثوقی، واقعا اسطوره کشورمون، هنرپیشه بسیار خوب، بازیگر بسیار خوب. یعنی فیلم هایی که شما از ایشون دیدین، از فیلم قیصر و گوزن ها و سوت دلان و یعنی انقدر ایشون فیلم بازی کردن که اسمش رو دیگه آدم یادش نمیاد، ولی همیشه تو هر فیلمی که آقای وثوقی بازی کردن بهترین کارشون رو ارائه دادن، یعنی استعدادی که دارن. و من همین چند وقت پیش یه تئاتر بازی کرده بودن ایشون در لندن با خانم سوسن فرخ، البته در امریکا گویا کار کردن با خانم سوسن فرخنیا، آقای بهروز وثوقی، خانم گلشیفته فراهانی زیبا، و بسیار جالب بود. اینا اومدن این فیلم رو نشون داد، این تئاتر رو پلی کردن تو لندن. و من از بلژیک رفتم به خاطر که آقای وثوقی و بعد دیگر همکاران عزیزم رو ببینم، و انقدر این جالب بود، انقدر آدم اومده بود، یعنی نمیدونم اقلا یه 7-8 هزار نفر ایرانی اونجا اومده بودن. زمانی که آقای بهروز وثوقی اومدن رو صحنه، تمام مردم بلند شدن، ایستادن و همینجور عشق میریختن. خیلی جالب بود، منم که همینجور عشقام دیگه میومد دیگه. به هر حال آقای بهروز وثوقی واقعا تبریک میگم به تمام کارهایی که تا حالا کردن، و امیدوارم که یه روز دیگه ما بتونیم دوباره به یه همکاری با هم دیگه داشته باشیم. 100%. سیمین جان، از زمانی که از ایران اومدی چه کارهایی انجام دادی خارج از ایران؟ من زمانی که از ایران اومدم بیرون،
یه 4-5 سال. خب دلم میخواست اول بچه هم بزرگ بشن، چون دلم نمیخواست که بچه های کوچیک رو همتون ول کنم برم. ولی خب من عاشقانه این کار رو دوست داشتم و همسرم همیشه میگفتش که بازم میخوای ادامه بدی اینا. من میگفتم دوست دارم، ولی منتظرم که مثلا کلوبه و دفنه بزرگ بشن تا بتونم، شاید بتونم به این کار ادامه بدم. البته اگه بهمون کار میدادن، چون ما که تو ایران نمیتونیم بازی کنیم، ولی گفتم که جاهای دیگه. و دوستانم به من گفتن که بیا لندن، چون لندن و امریکا بهترین جاست برای بازیگری، میتونی استعدادتو نشون بدی. خلاصه من رفتم لندن، یه مقدار کورس کوتاه اونجا برداشتم، چند تا ورکشاپ برداشتم، خیلی خیلی جالب بود. بعد یه دونه تئاتر بازی کردم با سوسن فرخنیا، خانم سوسن فرخنیا، ایشون تهیه کننده این تئاتر بودن و نصفش به زبان انگلیسی بود، نصفش به زبان فارسی، با آقای منوچهر نامور آزاد که در فرانسه زندگی میکنن، با آقای حمید دانشور، آقای راسل پارسی و خود خانم سوسن فرخنیا. داستان بسیار جالب بود، اسمش بود ماجرای شب جمعه در ویلای طبیب‌زاده. خیلی دکتر، یه دکتر ولی دکتر آقای نامور آزاد بازی میکردن و داستان بسیار جالبی بود. اونی که بازی کردم، کارگردانش هم اتفاقا یه خانم انگلیسی بودن به نام خانم لیزی منسفیلد. بعد از اونم که بعد دوباره یه کار دیگه پیشنهاد شد به هم برای تئاتر که در نیوکاسل بود، رول یعنی همه انگلیسی بودن، فقط من تنها ایرانی بودم که رول دختری رو بازی میکردم به نام مریم که با شوهرش مشکل داشت و با بچه هاش از ایران میادش بیرون، یعنی انقدر شوهرش میزدتش و اینا، فرار میکنه میاد از ایران بیرون، میادش چه میدونم اسماگلر، اینو میارنش به نیوکاسل. بعد اونجا آشنا میشه با یه خانواده انگلیسی اسکاتیش که بعد توی اون خانواده این مریم کار میگیره به عنوان یک خیاط که لباس عروس میدوخته، شروع میکنه در اونجا زندگی کردم. من رول اون مریم رو بازی میکردم و بسیار قشنگ بود، خیلی هم کار خوب و موفقی بود. بعد اوکی هست که بریم یکی دیگه از فیلماتو ببینیم؟ اوکی، از آقا رضا سوال. رضا جون میتونیم یکی دیگه از فیلمای سیمین جان رو ببینیم، یا اگه قسمت دیگه از این فیلم بوت داریم، چون بهروز وثوقی واقعا آیدول برای خیلی از ماها هستن. دقیقا. گیر بزن، میخوام ببینم که چه شد. از وحشت میزنه بیرون، اون زبون صاب مرده ای که روزگار منو سیاه کرد چرا بست هست؟ خم شو بطوری بی غیرت بودم که تا حالا سراغ یکی یکی تو نیمدم. شاید نمیدونستم چه بلایی سرم آوردیم، تو خودت میدونستی. اگر بودن من برای پسرم مایه ننگ شده، اینو میدونی؟ بگو دیگه، کلامه بگو، منو بکش. خیلی هم زیبا. سیمین جان، ما در امریکا، خب نمیدونم شما ممکنه اون طرف اروپا هستین، حتما هم آشنایی دارین، ولی فرضاً من خودم سگ هستم، که نه سگی که پارس میکنه هاپ هاپ، ولی سگ میشه مخفف SAG، Screen Actors Guild، که میشه جزء یونین هنرپیشه های امریکا. میخواستم ببینم شما در انگلیس چیزی دارین سازمانی مثل سگ اینجا؟ بله بله، 100%. ما در انگلستان اسپاتلایت، من عضو اسپاتلایت هستم، اوردی 10 ساله جزو اسپاتلایت هستم.
و جزو عضو عضو ایکوتی همون سندیکای هنرمندان میشه و معمولا کار آسونی نیست عضو ایکوتی بشی یا اسپاتلایت بشی. البته اسپاتلایت رو باید سالیانه یه چیزی بپردازی. مثلا یه مدت من تو همین IMDB تو امریکا عضو بودم، ولی خب مشکل بود. مثلا به هم پیشنهاد کار میشد، باید بلند میشدم از بلژیک این همه را میومدم اینجا برای یه آدیشن یه آدیشن انجام بدم، بعدم معلوم نبود که انتخاب بشم، برای اینکه 30 تا هنرپیشه اونجا نشسته بودم برای یه رول. میدونی کار آسونی نبود، ولی من دیگه تو IMDB نموندم، تو همون اسپاتلایت موندم و اسپاتلایت مرتب، یعنی هر روز میشه که برای من حدود 20 تا 30 تا فیلم میفرستن و من خودم میتونم اینا رو انتخاب کنم که کدوم رول بیشتر برازنده منه یا من I'm capable for that role. به هر حال من خیلی خوشحالم از این که به هر حال عضو اسپاتلایت هستم، میتونم تایم تو تایم یه کاری انجام بدم. ولی متاسفانه شوهر من زیاد موافق نیست، برای اینکه فکر میکنه که وقتی من میرم میگه انرژیم از خونه ما میره، وقتی که تو هستی به ما فکر میکنه یا حقیقت of course. آره، ولی خب منم به خاطر دخترامم فعلا زیاد چیز نمی کنم، اصرار نمی کنم، ولی اگه رول بسیار خوبی پیشنهاد بشه قبول می کنم و میرم بازی می کنم. سیمین جان، دختره الان چند سالشونه؟ ازدواج کردن نکردن؟ کلوه و دفنه؟ کلوه 36 سالشه الان، نامزد داره ولی ازدواج نکرده هنوز، ولی دفنه کوچیکه 29 سالشه ازدواج کرده، سال آخر سال 2013 ازدواج کرد. الان صاحب یه پسر بسیار زیبا که 6 ماهشه، اسمش هم هست جیمز الکساندر. خیلی پسر نازیه واقعا، خیلی خوشحالیم. البته دفنه کار بسیار مهمی داشت در بروکسل، کار بسیار خوبی داشت و الان بهش پیشنهاد شد که بره سوئیس کار کنه، چون با حقوق بسیار مکفی و کار بسیار عالی، و الان حدود فکر کنم 3-4 ماهه که ایشون کوچ کردن به سوئیس. آره خیلی، حالا من الان از اینجا که برگردم برای 18 سپتامبر میریم که دفنه رو ببینیم با خانوادش. شوهرش هم بلژیکی، خیلی پسر خوبیه، اسمش میشله و اینقدرم شبیه شوهر منه همه فکر میکنن پسر ماست. این خانوادتون تکمیل شده پس. بله. اوکی. رضا جان، is there any way we could watch the next film? I'm just worrying about timing. Yep. Hayatım gibi basit bir hayat istiyorum ben. Basit ama mutlu bir hayat. Bir evim olsun, çocuklarım olsun istiyorum. Manava, bakkala, ufak tefek borçlarımız olsun. Ama mutlu olalım. Çocuksun sen. Masalı seviyorsun. Yo, değil. Benim gerçeğim bu. Ben senin düzenine uyamam. Hoşça kal Halil. Semra! 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 Benimle evlensene kız. Beautiful. سیمین جان، راجع به این فیلم بهمون بگو. فیلم نصفش ترکیه نصفی فارسی؟ نه، این فیلم اصلا ترکیه، ولی تو ایران هم نشون داده شده، ولی تو ایران نمیدونم اسم این فیلم چی بود، ولی توی این ترکیه اسمش هست سولدمن ساتیلماز اقلوم یا همچی چیزی، منطقه من یاد نمیدونم به ترکیش درسته یا نه، ولی چیز این فیلم خیلی فیلم قشنگیه. من رول مقابل آقای جونیت آرکین که در ایران بهش میگفتم فخردین بازی میکنم، رول همسر ایشونو بازی میکنم تو فیلم و آخر فیلمم کشته میشم. و البته این داستان همین هنرپیشه آقای جونیت آرکینه که یه آقای خیلی پولداری که آقای تهرانی این رولو بازی کرده بودن، هنرپیشه خودمون هستن، ایرانی هستن، و آقای تهرانی میگه که به آقای فخردین میگه که شما باید بری دختر منو پیدا بکنی، چون دخترش با یه پسر جوان فرار کرده.
و آقای فخردین توی این فیلم دنبال اون آقایی هست که با دختر آقای تهرانی فرار کردن. داستانش تقریبا اینه، ولی من خب جای من ترکی صحبت کردن، من همه واقعا دیالوگا رو نمیتونم توضیح بدم. بله. چقدر هم جالب، چقدر رنگامیزی قشنگ این بلوز قرمزی که پوشیده، چقدر خوش رنگ و شفاف. پس بگو ببینم سیمین جون، وقتی که مثلا فرضاً یه زبان رو نمیفهمی با اون همه گریه هایی که کردی، بعد داستان چیه؟ چجوری میشه؟ یعنی واقعاً میخوام بگم که یه هنرپیشه یه مهار از اینجا نشون داده میشه که زبان رو نمیفهمی، داره دوبله روش گذاشته میشه. و اینم چون ما داشتیم با سیمین جون داشتیم نگاه میکردیم، خیلی فیلم حساسیه و کلی گریه و خیلی اموشنال، احساسای خیلی زیاده و میخوام بهت تبریک بگم که چقدر این کار سنگینه وقتی که حتی زبانم صحبت نمیکنه. حالا برام بگو که چجوری، how is it possible؟ باور کن پیاز تو چشم نریختم، باور کن گلیسرینم نریختم. من چون ببین تو هر رولی که بازی میکنی قبل از اینکه بیای جلوی دوربین سناریو رو میخونی و یه مقدار باید توی اون رول، اون کرکتری که بهت داده میشه، توی روی اون کرکتر کار بکنی. و وقتی جلوی دوربین هستی خب اوتوماتیکلی تو اون احساسی که در وجودته و اون صحنه‌ای که قرار بازی کنی، میدونی یه صحنه خیلی احساساتیه، خیلی ایموشناله و باید سعی کنی اون رول رو واقعا به نحو احسن در بیاری. و من همیشه تو همه فیلمام سعی کردم، حتی اومدن گفتن سیمین بریزیم گلیسرین یا پیاز میخوای به چشت بزنی اینا، میگم نه. حتی تو یه دونه من سریال، یه دونه ساری داکیومنتری بازی میکردم مستند برای بی بی سی حدود 4-5 سال پیش، یه صحنه داشتیم توی یه هواپیما رو هایجک میکنن و من به عنوان یه زن الجزیره‌ای جزو یکی از این مسافرها بودم. بعد به من گفتن اینجا یه صحنه هست، تو باید بدونی که آخر عمرت دیگه تموم شده، میخوان هواپیما رو آتیش بزنن و اینا، باید گریه کنی الان. بعد اون خانم گریمور اومد با گلیسرین اومد جلوی من که اینو بریزه تو چشم من. من گفتم نه نه این کارو نکنی، من چشم حساسه، میسوزه، نمیتونم این کارو بکنم. گفتم خب پس ما چیکار کنیم؟ تو باید الان واقعا گریه کنی. گفتم خانم دون وری، من خودم گریه میکنم. بعد خلاصه کارگردان و فیلمبردار رو همه واقعا میخواستم ببینم من واقعا میتونم این کارو کنم یا نه. منم چون آدم خیلی احساساتی هستم و اینا، همینجور که اینا دوربین گذاشته بودن جلو من، گفتن که سیمین ناو وی استارت. وقتی که استارت، من با سرم چشمم میگفتم بالا، بود همینجوری اشکام میومد. بعد که تموم شد دیگه آقای کارگردان اومد و خیلی تشکر کرد، دست ما رو بوسید و گفت خیلی ممنونم، واقعا چقدر با استعدادی، بسیار خوشحالم از اینکه در برنامه ما بودی. بیوتیفول. سیمین جون چند تا فیلم داری که توی فیلمای ترکیه، توی ترکیه میتونیم بریم یه تیکه دیگه شو ببینیم که راجع به اونم بهمون توضیح بدی؟ بله خواهش میکنم رضا جان، thank you so much. Alo? Evet söyle. Söyle sevgilim, merak etme, dinliyorum seni. Bir saat sonra geleceğim. Mutlaka oradayım. Gemi tamir yerinde bekleyeceğim. Bir saat sonra orada olmalıyım. Sakın gecikmeyin. Durmayın, gidin hadi. Bundan sonra da Ahmet'in yanından ayrılmayın. Belki bir gün her şey unutulur. Aramıza gelirsin. Gidin artık. Ne olur gidin. Hadi. Okay. خب سیمین جون، این فیلم دومی بود که با هنرپیشه‌های ترکیه و در ترکیه بازی کردم. بله، اینم دوباره با آقای جونیت آرکین بود بازی کردم و داستانش هم این بود که مثل که اسمش بود به فارسی انتقام مرگبار فکر میکنم.
ولی ایشون رول دنبال پسرشون میگشتن در این فیلم. پسرشون مثل که با یه عده گروه که تو کار مواد مخدر بودن، این دنبال پسرش میگشت و من در این فیلم رول یکی از دوستای اینایی که تو کار اعتیاد بودن آشنا بودم و پدر این پسر اومده بود سراغ من که از طریق من پسرشو پیدا کنه. ولی من به هر حال کمکش کردم، تونست پسرشو پیدا کنه، دوباره برش گردونه به زندگی قبلیش. که ولی بعد یکی از اینایی که سردسته اینایی که مواد مخدر میکشیدن که بعد مثل که تیر میزنه به پسر آقای فخردین که پسر آخر فیلم میمیره. فیلم های ترکی هم مثل فیلم های ایرانی توی همون مایه غم‌انگیز و بله. آره فیلم غم‌انگیز و مثلا من همین فیلم هایی که الان نگاه میکنم در ساتلایت نگاه میکنم خیلی شبیه فیلم های ایرانی ماست. یعنی یه دونه آواز دارن، یکی دوتا آواز دارن، یه دونه زندان دارن، یه خانم زندان میره، بعد دختر حامله میشه. همه این چیزا تو فیلمشون هست. البته نمیگم بعدها، بعضی از فیلماشون مثل روزی روزگاری خیلی فیلم قشنگیه، مثل همین چی بودش بازی کرده بود ای بابا اسمش یادم، خیلی معروف شد این فیلم، همه راجع به دخترای ایرانی همه میرن انگشترای این چیزو میگن، خرم سلطان. فیلم خرم سلطان بود اسم خود فیلمو یادم نیست، ولی این خرم سلطان خیلی معروف شده بود، داستان خیلی تاریخی بود. و تمامش البته من شنیدم و من تو ایران نیستم، ولی میگفتن تمام دخترای جوان میرن انگشتر این خرم سلطان میخرن، لباساشون اینه اونا انتخاب میکنن. فیلم های جالبی میسازن ترکا واقعا. آره به من بگو ببینم تجربه‌ای که داشتی کار کردن با هنرپیشه‌های خیلی بزرگ ایران و در ایران و کار کردن با هنرپیشه‌های بزرگ ترکی و فیلم برداری در اونجا چه فرقی داره؟ خب اون زمانی که ما در ایران فیلم بازی میکردیم فسیلیتی زیاد نبود. مثل اینجا که مثلا صدا سر صحنه است، چون تو ترکیه صدا سر صحنه بود. مثلا اون زمان ما اینا رو نداشتیم در ایران، یا دوربینمون تاپ نبود، یا به هر حال یه چیزی بود، ولی به هر حال با همون چیزای کمی که در دست داشتیم فیلمبردارامون بهترین کار رو ارائه میدادن، کارگردانان ایرانی بهترین کار رو ارائه میدادن، همچنین هنرپیشگان همه سعی خودشون رو میکردن که یه چیز بهتری درست کنن. ولی باز تشکر از ما قدیمی ها که سینما وجود داشت و الان بعد از انقلاب و سینمای جدید به سینمای قدیمی اضافه شد و این بازی باعث شد که الان فیلمای ما در ایران واقعا معرکه است. فیلمای بسیار خوب میسازن، همه جایزه میگیرن، مثل جدایی سیمین از نادر یا نادر از سیمین، مثلا این فیلم بود که جایزه گرفت در امریکا، نمیدونم حتی اسکار گرفت انگار، خوب یادم نیست، ولی به هر حال فیلمای خوبی در ایران میسازن در حال حاضر. و فیلمای ترکی هم همچنین به نظر من اونام سعی خودشونو میکنن فیلمای جالبی درست کنن و خیلی هم شنیدم که سر صحنه خیلی خوب حتی میپردازن به یه هنرپیشه، احترام خاص دارن برای هنرپیشه. یعنی اگه تو یه دونه فیلم فکر کن 50 تا هنرپیشه باشن، واقعا دوربین از همه استفاده میکنه. یعنی شانس رو میده به یک هنرپیشه که خودشو نشون بده که چند مرده حلاجه و چقدر استعداد داره، آیا این هنرپیشه خوبه برای آینده، میشه ازش استفاده کرد یا نه. به نظر من این در ترکیه خیلی جالبه. به من بگو ببینم که اگر بچه های خودت، دوتا دخترهای خودت میخواستن برن دنبال هنرپیشگی، آیا اینو بهشون پیشنهاد میکردی؟ البته من خیلی دوست داشتم که دختر بزرگم که کوچیک بود من ازش عکس میگرفتم اینا، بعد به هم گفت من دوست ندارم، خواهش میکنم انقدر از من عکس نگیر، من که نمیتونم این تو هنرپیشه باشم. ولی بعد که دفنه که دنیا اومدم، اصلا دفنه این کار است واقعا. یعنی با استعداد و فوتوژنیک و اینا پرفکت میتونه بازی کنه. ولی پدرشون مخالفت کرد، پدرشون گفت سینما یه دوره کوتاه است، هر کسی یه دوره واسه خودش داره، وقتی که تموم شد دیگه تموم شد،
بهتری که دخترای ما برن دانشگاه درسشون رو بخونن و جفتشون هم دانشگاه رفتن، رشته اقتصاد خوندن، دوتاشون اکونومیستن و الان هم کار بسیار خوبی دارن و خیلی هم راضین. ولی من همیشه دوست داشتم که دفنه هنرپیشه بشه. حالا چون دفنه هنرپیشه نشد، من خودم باید ادامه بدم. فکر نکن اینجوری ول میکنم. نه اصلا نمیدونم. بگو ببینم سیمین جون، الان نمیدونم میتونیم صحبت کنیم یا نه، کاری داری انجام میدی؟ سناریوی چیزی در دسترس هست؟ ببین یه سناریو الان در دستم هست، منتها فعلا نمیتونم راجبش صحبت کنم در کدوم کشور فیلم برداری میشه، مال کیه، فعلا صحبت نمیکنم. سناریو رو دارم، خوندم، خیلی هم خوشم اومده. فقط من باید به اون گروهی که منو دعوت کردن، چون مثل که یه سریال خیلی هم طول میکشه، ببینم که آیا با همسرم صحبت کنم، ببینم که مشکلی پیش نمیاد این وسط، من میتونم این کارو ادامه بدم یا نه. ولی فکر میکنم چیز بسیار زیباییست، تعهد طولانیه. بله. ایشالله که کارگردان ها و پرودوسر ها میان چه رضایت گیر میگیرن که بتونی بازی بکنی. رضا جان ما میتونیم یه تیکه دیگه کلیپ نگاه بکنیم؟ مرسی. Yaşıyordu Mega. Allah'ım inanamıyorum. Ölebilirim sevincimden. Ben de öyle. Ben de ölebilirim. Ama yaşamak istiyorum artık. Yaşlı deliyi de öldürdüler. Elinde de Ahmet'in sakladığı zarfın eşi çıktı. Başka bildiğin hiçbir şey yok mu? Hayır. Korkma. Sana hiç kimse kötülük yapamaz. Bildiklerini saklama. Ahmet için. Mutluluğun, mutluluğumuz için. Ne olur Mine? Anasız babasız büyüdüm ben. Hayatta hiç kimsem yok. Büyük, kalabalık bir ailen var artık. Korkma. Ahmet'in sakladığı bu zarflarda her şey gizli. Ne biliyorsan söyle. Peki. Ahmet'i bütün pis işlere Selim isminde biri soktu. Armatörmüş. سیمین جون من فکر میکنم که انقدر دست به گریت خوب بوده که نقشا رو همه فیلم ها ازدم روی دست به گریه، چون داشتیم فیلم های میگم سیمین جون انقدر فیلم داره با هم دیگه نگاه میکردیم، بهش گفتم، گفتم ببین واقعا مهارت میخواد، ولی فکر میکنم بدون استثنا تو همه فیلم ها گریه کردی نه؟ تقریبا داری فیلم میگی. خب ببین فیلم های مثلا ترکی و ایرانی تقریبا خیلی به هم شباهت داره و هندی و, تو و هندی بالا. هندی تازه بیشتر. و همیشه وقتی این فیلم ها رو نگاه میکنی میبینی که بالاخره یه صحنه یا آقاه باید گریه کنه یا خانومه باید گریه کنه. خب اکثر رولایی هم که به من میدادن بیشتر دراماتیک بود و چون فیلم های درامز زیاد بازی کردم همش بیشتر گریه داشت. بله. نقشای خیلی سنگین. بله. حالا به من بگو ببینم اگر الان یه کسی بخواد یه سناریو بنویسه، نقش مورد علاقت چی میتونه باشه که بگی واو این فیلمو دیگه حتما من باید بگیرم و من میخوام این نقش رو بازی کنم؟ من دلم میخواد مثلا چند تا کرکتر رو تو یه دونه فیلم پیاده کنم. اوکی. من یه همچین رولایی رو خیلی دوست دارم. البته خب تا الان پیش نیومده. من حدود 30 تا فیلم بازی کردم، نمیگم همشم بد بودن، خوبم بوده، بدم توش بوده، ولی دوست دارم یک کرکتری رو بازی کنم. هر چیزی که در وجود منه دلم میخواد اینو رو پرده سینما بیارم. یعنی بگم من کی هستم، چه کارهایی بلدم که هنوز این اتفاق نیفتاده. به امید اون روز. به امید اون روز که ما خودمون یه چیزی برات بنویسیم. آره. سیمین جون فکر میکنم که دیگه ما خیلی وقت از برنامه نمونده، اگر که بخوای خیلی راستی و رو راستی بگی، اگر الان دو مرتبه زمان رو بر میگردوندن به عقب و دوباره میخواستی سناریو تو بنویسی، همینو مینوشتی؟ چیزی فکر میکنی تغییر میدادی؟ چیکار میکردی؟ وای اصلا نگو. من اگر که یه روزی این دنیا تموم بشه، برم از این دنیا، اگر دوباره برگشتم، اگر حقیقت داشته باشه دوباره برگردم، ولی واقعا دلم میخواد هنرپیشه تاپ باشم. یعنی مثل چی بگم، مثل مثلا هنرپیشه های امریکایی که
اینجا همه موفقن، همه رولای عالی رو بازی میکنن، دلم میخواد رولایی به هم داده بشه که به قول شما واو. دوست دارم رولای بسیار، ولی همیشه دوست دارم همین هنرپیشه بمونم، دوست دارم این کارو، ولی خب در سطح بهتری، در سطح بالاتری. من چون از کوچیکی شروع کردم همش هر رولی به من میگفتن، مثلا رول دوم میگفتن، زود قبول میکردم، برای اینکه خیلی میس میکردم این کارو. دوست داشتم بازی کنم، برای من مهم نبودش که 100% باید رول اول باشی. رول دوم، رول اولم خیلی بازی کردم، ولی رول دوم میگفتم یه هنرپیشه خوب باید همون رول دومو به زیبایی رول اول در بیاره، که درست. دلم میخواد اگه یه روزم بعد از اینکه فوت کردم تموم شد، دنیا دوباره ساخته شد، قرار شد من دوباره تو این دنیا باشم، دوباره هنرپیشه باشم در سطح بسیار بالا، دانشگاه دیده و همه چی، یعنی پرفکت. این آرزوی منه. الانش هم پرفکتی، خودت خبر نداری. قربونت بشم. حالا همونطور که گفتم ما دیگه خیلی وقت از برنامه نمونده، به من بگو کی دو مرتبه میبینیمت، برنامه ای هست، کی دوباره برمیگردی به لس آنجلس؟ من که خب پیشنهاد اینا الان اینجا یکی دوتا دارم تو لس آنجلس، ولی باید برم بلژیک نمیشه چون خانواده‌ام منتظرم هستن، ولی برای تمام شما که در لس آنجلس هستین در حال حاضر بهترین ها را آرزو میکنم، مخصوصا برای تو سودی عزیزم. تو ماشاءالله خیلی موفقی، خیلی کارت خوبه، همچنین تبریک میگم به خانم تهرانی که یک هنرمند خوبی رو مثل شما داره در این تلویزیون. تشکر میکنم از تمام تیم تلویزیون و از آقا رضای عزیز که پشت صحنه هستن و صورت های ما رو قشنگ میگیرن. مرسی سیمین جون، واقعا بازم خیلی متشکرم. مرسی. خیلی خوشحالم که چون الان سیاره ونوس به عقب که برمیگرده میگن خیلی ها از زندگی قبلیت میان دیگه. شما هم یکی از هایلایت بزرگترین کسانی بودی که اومدی و تونستم ببینمت. خوشحالم که تونستیم این زمان رو بذاریم بیای تو استودیو و مطمئنم که برای بینندگان عزیز ما هم خیلی جالب خواهد بود که بعد از سالیان سال ببینم. فقط بذار بگم برای تمام ایرانیای سر تا سر جهان، برای تمام مریضا واقعا بهترین ها رو آرزو می‌کنم. برای آقای ناصر ملک موتی امیدوارم که ایشون واقعا شفا پیدا بکنه، واقعا حیف از ایشونه، و بهترین ها رو برای همه هنرمندان و همه ایرانیان عزیز، تمام مریض ها، برای یکی از دوستای عزیزم که برادرش علیرضا مریضه، الان سرطان داره در لس آنجلس، واقعا برای ایشون بهترین ها رو آرزو میکنم. اینم برای تو تابان عزیزم، امیدوارم که برادرت دوباره به زندگی اولش برگرده. روز همتون بخیر، میبوسمتون، شب روزتون بخیر. تشکر از تلویزیون تایم، رویال تایم تی وی، و از سودی عزیزم. مرسی عزیزم. مرسی دوستان عزیز، تا این لحظه با ما بودین و مطمئن هستم که رضا جون این برنامه رو به زودی پستشو خواهد گذاشت و روی یوتیوب هم خواهم رفت. تا برنامه آینده، I love you. خدا نگهدار.